سلام میکنم خدمت بینندگان کانال جدید. من ایرج رضایی هستم به همراه همکارم سحر آزاد در اتاق فرمان با شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های نگاه روز. ارتش اسرائیل حمله نظامی زمینی خود را به غزه شروع کرده. تعداد آوارگان از 22 هزار نفر به 40 هزار نفر رسیده و بیش از 220 نفر در 10 روز گذشته جان خود را از دست دادند. پیرامون علل جنگ و سرنوشت فلسطین و غزه به گفتگو میشینیم با مهمان برنامه امروز حمید تقوایی. حمید تقوایی، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. خیلی متشکرم. حمید تقوایی، بنا به صحبت‌هایی کردیم، اسرائیل و حماس از ادامه جنگ چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ خب حماس یک نیروی تروریستی اسلامیه که خب موجودیت اسرائیل اصلا به رسمیت نمیشناسه و در این جنگ مشخصاً به دنبال اینه که در این دولت خودگردان که اخیراً به هم پیوستن با الفتح و یک دولت خودگردان واحد میخوان تشکیل بدن، دست بالا رو داشته باشه به عنوان قهرمان به اصطلاح مردم فلسطین در جنگ علیه اسرائیل، بتونه خودش رو بیشتر مطرح کنه و قدرت نفوذ بیشتری پیدا کنه. و از اون طرف هدف اسرائیل هم روشنه. اسرائیل کلن خواهان هیچ نوع ادامه مذاکرات صلح یا رسیدن به هیچ نوع توافقی با فلسطینی ها نیست. میخواد همین شرایط رو نگه داره و هرچه بیشتر حتی از اختیارات همین دولت خودگردان هم کم کنه. اسرائیل هم همیشه براش حماس یک بهانه‌ای بوده برای اینکه سیاست همیشگی خودش در رابطه با انکار حقوق مردم فلسطین و جنگ و کشتار علیه اونا رو ادامه بده و امروز هم داره دقیقا همین اتفاق میفته. از نظر اسرائیل یا از نقطه نظر مثلا سیاستی که بر جنگ حاکمه این هست که این جنگ باید بتونه مذاکرات صلح رو اگر کاملا منتفی نکنه بسیار سخت کنه و به عقب بندازه، وضع موجود رو به نفع اسرائیل ادامه بده، چون اسرائیل در این وضع داره یهودی نشین ها رو در نوار غزه گسترش میده و علارغم تمام قطعنامه ها و فشارهای جهانی و غیره کار خودش رو میکنه و با مشت آهنین به قول خودش با مسئله فلسطینی ها روبرو میشه و این جنگ میتونه به این اهداف اسرائیل خدمت کنه. با صحبت هایی که شما کردیم، آیا به نظر شما اسرائیل در صدد این که حماس رو نابود کنه؟ به نظر من نابودی حماس طرف اسرائیل نیست، حتی این احتمال هست و خیلی ها میگن یک واقعیتی که در شکل دهی به حماس خود اسرائیل دست داشته، ولی جدا از اینکه واقعا چقدر عملا دست داشته باشه یا نه، حماس کاملا در خدمت اسرائیل در نهایت عمل میکنه، برای اینکه اسرائیل احتیاج داره به یک نیروی اسلامی در مقابل خودش که موجودیت اسرائیل زیر سوال ببره و هر از چندگاهی با موشک پراکنی کنه از مرزها به شهر اسرائیل، که به این بهانه اسرائیل بتونه انکار کل حقوق مردم فلسطین رو انکار کنه، مسئله راه حل دو دولت و تشکیل دولت مستقل فلسطینی رو در مقابلش بیسته، زیر پا بگذاره. حماس اجازه میده اسرائیل که به این ترتیب بر تبل جنگ بکوبه و با نشان دادن حماس در واقع به دنیا بگه که این فلسطینی ها تروریستن، اسلامی هن و بنابراین به هیچ نباید تحمل بشن. این نقشیه که به نظر من حماس در خدمت اسرائیل ایفا میکنه. بله، آیا فکر میکنین حماس قدرت اینو داره که با حمله نظامی اسرائیل مقابله کنه؟ خب روشنه که این قدرت رو نداره. در مورد حمله نظامی که تقریبا هیچ کاری از دستش بر نمیاد. تمام مانور نظامی و قدرت نمایی نظامی حماس به موشک پراکنی علیه شهرهای اسرائیل محدود میشه که اون هم با سیستم دفاعی پیشرفته‌ای که اسرائیل داره بسیار از این حملات رو خونسا میکنه. بنابراین از این نقطه نظر هم حماس هیچ نوع قدرتی نداره. در این جنگ هم که گفتم حماس میدونه که پیروزی نظامی ممکن نیست، مسئله بر سر پیروزی نظامیش نیست، مسئله اینه که میخواد به عنوان یک نیرویی که در برابر اسرائیل بالاخره میسته و جنگ میکنه و اسرائیل رو قبول نداره، به این عنوان زمین و دامنه نفوذی در بین فلسطینی ها پیدا کنه و همطور که گفتم دست بالایی داشته باشه در دولت خودگردان. هدف حماس اینه. از نظر نظامی به نظر من روشنه که بالاخره باید با یک آتشبسی به نظر من بالاخره با یک آتشبسی این جنگ خاتمه پیدا میکنه، بعد از اینکه صدها و شاید هزاران فلسطینی متاسفانه دوباره قربانی میشن
ده ها صدها هزار دوباره از همین محل خودشون هم آواره میشن و بالاخره به یک نوع آتش بس حماس رضایت خواهد داد. به نظر من پیروزی نظامی حماس قابل تصور نیست در این جنگ. با این شرایطی که شما گفتین، فکر میکنید تکلیف مذاکرات صلح به کجا میرسه؟ من فکر میکنم اسرائیل عملا مذاکرات صلح رو به حالت تعلیق در آورده. آخرین یکی از آخرین بهانه های اسرائیل در مذاکرات صلح این هست که الفت که فی‌الحال وجود اسرائیل رو به رسمیت شناخته، باید بیاد به عنوان یک دولت یهودی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. و این شرطیه که خب البته الفت بهش تن نمیده. این اسرائیل هم اینو میدونه. به این معنا برای اینکه بتونه مذاکره صلح و معلق نگهداری چنین شرطایی رو میذاره. و بعد هم همونطوری گفتم علارغم تمام قرار اومدها، علارغم پیشرفت‌های مذاکره صلح، علارغم قدم‌های سازمان ملل، همچنان داره مناطق یهودی نشین در نوار غزه رو گسترش میده. بنابراین تا وقتی که اسرائیل تن به صلح نمیده و این مانع تراشی‌ها رو میکنه، به نظر من مذاکرات صلح به نتیجه نخواهد رسید. همینطور آینده جنگ رو چگونه میبینیم و به نظر شما نیروهای چپ و رادیکال، مردم چگونه میتونن به این شرایط کمک کنن، این موزل رو حل کنن؟ خب آینده جنگ همونطور که گفتم به نظر من بعد از یک دوره کشتار فلسطینیان و ویران کردن خانه ها و شهرها و مناطق مسکونی نوار غزه، بالاخره به یک نوع آتش بسی ختم خواهد شد. به نظر من جنگ به اینجا منجر میشه که در واقع این جنگ بین قدرت طلبی و به اصطلاح قدرت نمای حماس و از اون طرف زورگویای اسرائیل رو بهاشو مردم میدن، مثل همیشه مردم فلسطین. اینکه چطور بعد مقابل این ایستاد، به نظر من نیروهای رادیکال و چپ و انقلابی و مردم شریف در خود فلسطین و نوار غزه و منطقه و در سراسر دنیا باید اولا خواهان قطع فوری جنگ باشن و نه تنها قطع فوری جنگ، بلکه باید به جنایات هر دو طرف رسیدگی بشه، که البته پرونده اسرائیل بسیار سیاه‌تره در فجایعی که همیشه در جنگ ها ایجاد میکنه و کشتاری که از مردم فلسطین میکنه. این اولین قدم هست و خاص بعدی این هست که باید دار و دسته نیروهای مذهبی جمع بشه. دولت اسرائیل باید هر نوع مانع تراشی و از سر مذاکرات صلح کنار بگذاره، بحث دولت یهود باید کنار بره. و اگر میگیم مذهب سکولاریسم راه حله، خب هم برای دولت اسرائیل اینطور است، هم برای مردم در فلسطین. هیچ نوع دولت اسلامی یهودی و غیره قابل قبول نیست و مردم باید در مقابل این بایستن. و بخصوص دار دسته نیروهای اسلامی که الان به نظر من حماس یا هر نیروی اسلامی مردم فلسطین نمایندگی نمیکنه، بلکه خودش به بخشی از صورت مسئله مردم فلسطین تبدیل شده. به نظر نیروهای چپ و رادیکال باید خواهان سکولاریسم، خواهان قطع فوری جنگ، خواهان مجازات جانیان اسرائیلی در این جنگ، خواهان جمع کردن بساط حماس از نوار غزه و کلن ایجاد هرچه سریعتر، تشکیل هرچه سریعتر دولت مستقل فلسطینی و متساوی حقوق فلسطینی بشن. این خواستیه که مردم دارن. دولت اسرائیل یا حماس یا هر نیروی دیگه که با این خواست مخالفت میکنه، باید مردم در برابرش بایستن و به نظر من این راه حل رو باید جلو بگذارن. نیروهای چپ و رادیکال هم باید همین رو بخوان و بخصوص در سراسر دنیا باید فراخوان بدن به همه دولت‌ها و تحت فشار قرار بدن نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها رو برای اینکه اسرائیل رو ناگزیر کنن به شرایط یک صلح عادلانه و تشکیل دولت مستقل فلسطینی تن بده. بله، همین تقوی ممنون از شرکت شما در برنامه نگاه روز. من هم تشکر میکنم. بله بینندگان عزیز، این هم بود یکی از برنامه نگاه روز. به همراه همکارم سحر آزاد، شب روز خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.